بینندگان محترم، در این برنامه ترس تهیه بهترین کباب در جایی که شما زندگی میکنید رو به شما خواهیم گفت. ممکنه اونایی که تلویزیون مردم رو میشناسن یا با من آشنایی دارن تعجب کنن که چرا تلویزیون مردم به اصطلاح آشپزی رو آورده. اون رو هم در طی برنامه بهتون میگم، ولی با دقت گوش کنید به این سوال، جوابش رو بنویسید، ارسال کنید و به یک نفر به قید قرعه جایزه تقدیم خواهیم کرد. سوال اینه که چرا به این کباب میگن کباب کوبیده؟ یا کبابای دیگه هم هست، کباب برگ، کنجه، چنجه، و هر کدومش یه اسم خودش رو داره به یه دلیلی. تاریخچه کباب کوبیده به دوران قاجار برمیگرده، محبوبیت بسیار زیادی هم داره و من فکر میکنم محبوبیت کباب، مخصوصا کباب کوبیده، تا جایی هست که این امکان رو برایش درست میکنه که برای ائتلاف احزاب و اتحاد افراد بعد از 44 سال به عنوان سمبل مشترک کشور ایران انتخاب بشه. شما نظرتون در این مورد چی هست؟ این قسمت جایزه نداره، فقط اون قسمت اول جایزه داره. خب حالا این کباب با گوشت گاو، با گوشت گوسفند، با گوشت مرغ، حتی با سویا هم درست میکنن و جالبتر اینه که انواع مختلف تهیهش هم هست. با سیخ هست، توی تابه هست و توی آون هست. تو ایران به آون میگن فر مسکه. خلاصه این کباب کوبیدن مثل مرغ بیچاره در عذاب و در شادمانی سرش بریده میشه و خورده میشه. این در مجالس شادی، مراسم عزاداری از کباب برای پذیرایی استفاده میشه و جالب اینه که هم خوراک اعیانا هست و هم خوراک فقیر فقرا، چون خیلی گرون نیست. و اما طرز تهیهش، اجازه بدید اونجایی که این به اصطلاح مواد لازم رو نوشتیم براتون نگه داریم روی صفحه. این کاری که من انجام دادم، شما میتونید هر وقت خواستید این ویدیو رو اونجایی که میخواین نگه دارید، این چیزها رو بنویسید. خیلی ساده است. مواد لازم برای 4 نفر، گوشت مخلوط. چرا میگه مخلوط؟ بعضیا باور دارن که نصف گوشت گاو یا گوسفند حتی و نصف اون گوشت بره باشه خیلی کباب بهتری میشه، ولی بعضیا باور دارن که شما با هر گوشتی میتونید کباب درست کنید. یا آقای رو دیدم به اسم کیوان که فکر کنم میگفت شما گوشت شترم به من بدی، من برات کباب خوب درست میکنم. و اونایی که توی ایران اون در راه بندرعباس کافه محمد تبعیدی رو بلد بودن، میدونن که این آقا گوشت الاغ میداده به مردم، خیلی هم کباباش خوشمزه بوده. و یادتون باشه تو هر کشوری، هر جایی، به خاطر اون چیزایی که دارن یا ندارن، یه چیزایی معروف میشه و مرسوم میشه، یه چیزایی ممنوع میشه. مثلا همین گوشت شتر و اسب و اینها، خب بعضی جاها خیلی گرونه به خاطری که یک چیز لاکچری حساب میشه. و به دیگران ما ایراد نگیریم که چرا اینا سوسمار میخورن، چرا اونا ملخ میخورن. شما هم اگر اونجا بودید تو اون زمان، باید سوسمار میخوردید و الا میمردید و از بین میرفتید. و اما این برنامه که خدمتون گفتم، اگه خودتون بخواید تهیه کنید، مواد لازم برای 4 نفرش 800 گرم گوشت مخلوط هست، پیاز آب گرفته 200 گرم، یعنی شما حدود نصف 800 گرم 400 گرم باید پیاز رو پوست بکنی و به اصطلاح رنده کنی یا با این ماشینای جدید گرند کنی، بعد بذاری آبش بره یا فشار بدی آبش بره و اینها، که بشه 200 گرم باقی موندهش. جالبتر از همه اینی که میگه دنبه تازه گوسفندی هم 100 گرم، نمک 1 قاشق چایخوری. قاشق چایخوری هم تو ایران ما 3 نوع قاشق داشتیم، چایخوری داشتیم، مرباخوری داشتیم و قاشق معمولی، در صورتی که توی آمریکا که من هستم دیگه این قاشق چایخوری کوچیکا نیست، از اونا برای خاویار و اینا استفاده میکنن. و
چیزی که من اینجا دیدم نوشته بیکینگ پاودر، نوشته اختیاری. خیلی ها باور دارن که شما اگر این بیکینگ پاودر رو به کباب بزنی، کبابت یک کمی حالت رابری مثل لاستیک میشه، و بعضی ها میگن اگه نزنی میریزه میفته از رو سیخ، ولی نه، اگه درست کباب درست کنید نمیریزه. فلفل سیاه، باز بعضی ها باور دارن نزنید چون کباب رو سیاه میکنه، فکر کنم آقای جواد جوادی این رو گفت. و اما زعفران دم کرده، کجا تو کبابی های ایران به من و شما زعفرون میدادن؟ یه خورده روی برنج اون قسمت بود که حالا میبینیم انقدر ماشاءالله جوهر زعفرون و رنگای دیگه به خورد مردم میدن که نگو و نپرس. اینجا به اشتباه نوشته کره 50 گرم. کره فکر نمیکنم کسی تو گوشت بکنه برای کباب کوبیده. این کره رو بعضیا بعدن میندازن توی مایتابه و نون میندازن و اونو به عنوان نون زیر کباب و اینها، که البته فکر میکنم اگه کس کباب درست کنه چربی و ایناش به اندازه باشه، مخصوصا این دستور که گفته 400 گرمش گوشت بره باشه، 100 گرمم دنبه تازه گوسفندی، انقدر این چربی داره که شما روی هر نونی بذارید، روی نون چرب یا همون نون زیر کبابتون حاضر میشه. و اما برگردیم ببینیم که اینو من روشن کنم که تصویرهای دیگرم شما ببینید، عکسای قشنگ. چرا من به فکر تهیه یک ویدیو با این نام، طرز تهیه کباب کوبیده، افتادم؟ دیروز من فکر کردم، خب اینجا تعطیلی بود، گفتم یه بارم ما آشپزی کنیم. من از آشپزی به شدت متنفرم دوستان، چون فکر میکنم که هرچی شما پختی دیگران مجبورن بخورن، چه خوب باشه چه بد باشه، مجبورن به به و چه چه بگن، نگن شما ناراحت میشی. از قدیم باور داشتم که شما اونایی رو که سالها تجربه دارن، کار کردن، مغازه زدن، هر روز مشتری دارن، میرن میان، اگه کباب سوخت 4 تا کباب دیگه توی یخچالش هست میاره میذاره برای شما، اونو درست میکنه، از اونا تهیه کنید. فکر کنید شما برای همین تهیه گوشت رو، با وجودی که اینجا سوپرمارکت هست، نمیخواید از قصابی برید گوشت بخرید، از سبزی فروشی برید پیاز بخرید، از بقالی برید کره بخرید و هزار ماجرای دیگه، فکر کنید همین سوپرمارکت شما میخواید برید این وسایل رو لیست هم نوشتید تهیه کنید، حالا میایین خونه، ببینید اول خریدید، حالا برای آماده کردنش باید کار کنید، اون نمیدونم ماشین رو بیار که پیاز رو رنده اینجوری میکنه، اون شیرازی ها به رنده میگن کوتراش، اون کوتراش رو بیار که اینجوری میکنه، خلاصه همه چی رو بیار، سیخ رو بیار، اینو بیار، اونو ببر، ظرف و فلان، این همه کثیفی و فلان و اینها، بعد حالا تازه ماجرای برنج هم به کنار، برای خودش برنج درست کردن اینا، بعد آخر کار یه چیزی درست میکنید، خودتون خسته، یه چیزی میگفتن خدا خر خسته خدا ناراضی. و من فکر میکنم بهترین کار این باشه که شما تو هر محلی که هستید، اگه توجه کرده باشید اول برنامه هم گفتم بهترین کباب در جایی که شما زندگی میکنید، خب رستوران ها هستن، میتونید بعد از چند بار خرید بفهمید کدومشون بهتره. مثلا تو این منطقه ما شمشیری هست، البرز هست، کافروز هست، مرجان هست، کباب بازار هست، هر جایی بریم موبیدیگ هست، فکر کنم موبیدیگ 20 چند تا شعبه داره، از اونا بخرید، راحت بیارید، وقتی مهمون دارید وقتتون رو با مهمونا صرف کنید و اون خوراک هم گرم، حتی این روزا براتون دیلیور هم میکنن، در به در میارن براتون، میارن آماده. و اما اگه شما یه جایی هستید که از این امکانات نیست، بازم شما میتونید بهترین کباب داشته باشید، برید تهیه کنید طبق این لیستی که گفتم، درست کنید، چون چیز دیگه ای نیست، خب احتمالاً، یا احتمالاً نه دیگه، حتما این بهترین کبابی که شما اون روز میتونستید بخورید. ولی دلیلی که ما آمدیم و اینو درست کردیم، من یادم یک خانمی تو تلویزیون مردم برنامه داشت به نام خانم نیلوفر، برنامه‌هاش هم خیلی
به اصطلاح با شور و هیجان و با اطلاعات کامل میرفت دنبالش، یه هفته تهیه میکرد و میمد و اینها. بیچاره از وقتی که میمد چه در این برنامه زنده انتقاد و فوش و اینها، ما ایرانی هم که میدونید واقعا اصلا دل رحیمی نداریم، دلی داریم مثل سنگ، خلاصه حمله و فلان اینا، مخصوصا اگر جایی باشه که طرف روبرون نباشه شجاعتمون 100 برابر میشه و هرچی دلمون میخواد میگیم. اینقدر به این حمله کردن تا اینکه ایشون رفت در برنامه بفرمایید شام تلویزیون من و تو شرکت کرد و اینا. بعد دیدم که، یا شاید هم قبل از اونم، دیدم برنامه آشپزی و دیدم که چقدر برنامه هاش هم گرفته، مثلا میان نمیدونم چند هزار تا بیننده و اینها و دیگه هیچ کم چیزی نمیگه، چون کسی اون برنامه رو که میبینه دیگه نمیتونه بگه این شور بود، بی نمک بود، فلان، عکسای زیبا و عکسای فلان. اگه موقع تهیه هم احتمالاً کباب سوخته باشه دوباره خاموش میکنن دوربینو، یه کبابی که نسوخته. ولی برنامه‌های اگه شما خواستی از جریانات ایران بگی، از جریانات دنیا بگی، همیشه یه سری از شما ناراحتن، یه سری میگن باید اینو میگفتی. خلاصه ما گفتیم آقا ای کاش ما از 25 سال پیش، بله از 1998 تا امروز که سال 2023، رفته بودیم دنبال آشپزی، قنادی. یه دستن این ماشینایی رو که مثل اتوبوس تبدیل میکنن به خونه، اینا رو نشون میدن. برید ببینید یه پیرمردی هست مثلا 600 هزار تا سابسکرایبر داره. ما 25 سال ها یوتیوب که 25 سال نبوده، چند سال زحمت کشیدیم، یه جا 1000 خورده، یه جا 2000 خورده سابسکرایبر داره. این بنده خدا شاهین دوست ما اینقدر زحمت کشید، برنامه هاشو چند نوع مختلف عوض کرد، رادیویی کرد، اینجوری کرد، فکر نمی کنم آخرش هم به 5000 تا برسه. در صورت این بود که من این برنامه رو به صورت شوخی یا طنز حقیقی گفتم درست کنم، ببینم بیننده ها چند تا میشن، در هفته آینده اون اعداد و ارقام رو بیارم به شما نشون بدم و واقعا اون جایزه ای رو که گفتم اگر کسی، حالا نمیخواید تو کامنت ها هم بنویسید که افراد دیگه هم از شما کپی کنن و همون جواب درست شما رو بدن، چون ما جوابای درست رو میریزیم توی به اصطلاح مثل کاسه ای و یه برنده انتخاب میکنیم. جایزش هم یه جایزه‌ایه که فعلا هنوز فکر نکردم، ولی یه جایزه حدود مثلا 50-100 دلار بهتون میدیم، بین 50 تا 100 دلار. میتونید با واتساپ تماس بگیرید، پیغام بذارید یا با واتساپ به اصطلاح تکس بفرستید. شماره تلفن ما هم 202-695-2573، زیر همین یوتیوب و فیسبوک و اینها هم هست، میتونید پیدا کنید یا با وسیله به وسیله info@mardomtv.com جوابتون رو بدین. چرا به این کباب میگن کباب کوبیده؟ چرا این کباب به اصطلاح محبوب خاص و عام است؟ چرا این کباب در مجالس بزم و عروسی و شادی و در به اصطلاح مراسم عزاداری و اینها هم سرو میشه یا مصرف میشه؟ و هرچه میخواهد دل تنگت بگو. در صورت این یه برنامه بود، نمیدونم چی بهش بگم، تفریحی، طنز، طنز تلخ، امیدوارم مورد پسندتون واقع شده باشه و با من در تماس باشید، با تلویزیون مردم، mardomtv.com، mardomreport.com، فیسبوک پارسا سوربی و فیسبوک باز مردم تیوی. از اینکه تحمل کردید این چند دقیقه رو ممنون و متشکرم، با امید اینکه در آینده باز هم با شما باشیم و برنامه‌های گوناگون داشته باشیم. روز و روزگار بر شما خوش.